با سلام بر شما، من شکوه میرزادگی هستم و در خدمت آقای دکتر نوریالا برنامه در پیشگاه فرهنگ رو شروع میکنیم. این هفته نوبت آقای دکتر نوریالاست که منتظر میشیم ببینیم که چه برنامه رو برای ما تدارک دیدن. من هم سلام میکنم خدمت بینندگان گرامی برنامه مون. این هفته من فکر کردم که درباره دو مفهومی که در موارد مختلف زندگی کاربرد دارند، هم از در حوزه علم هم در حوزه های دیگر زندگی، و این رو بشکافم. و این مسئله است که در واقع منبعث می شود از دو جنبه از حیات آدمی. ما می‌دونیم که هستی که ما درش زندگی می‌کنیم و از طریق توانایی ادراک خودمون اون رو درک می‌کنیم، از لحاظ ما دارای دو بُعد هست. به یه بُعدش می‌گیم مکان که درش زندگی می‌کنیم. حالا این مکان می‌تونه از اتاق شروع بشه، بره به خانه، بره به شهر، بره به کشور، بره به زمین، قاره زمین و بعد کهکشان، راه شیری و کل هستی. همه اینها اسمش از مکان که به وسیله ماده پر شده، از ماده و ساخته شده. و یه بعد دیگه‌ای که هست بعد زمان است. یعنی ما هستی رو در این دوتا ساحت و جنبه و بعد هست نگاه میکنیم. البته توجه داشته باشید که برخی ها به زمان میگوین بعد چهارم، به خاطر اینکه در هندسه و فیزیک ما میخونیم که خود مکان سه بعدیه، یعنی طول داره، عرض داره، ارتفاع داره. ولی مجموعاً از این دیدی که بنده دارم عرض میکنم، این مجموعه رو ما میگیم بعد مکانی. بعد مکانی هستی و یک بعد زمانی هستی هست که این دوتا با همدیگه در قدرت در راکه ما میان و ما هستی رو به کمک این دوتا بود درک میکنیم. در این حال این دوتا با همدیگه رابطه دارند، یعنی که ما هرگز نمیتوانیم بدون توجه به بود مکان بود زمان رو درک بکنیم. این بود نامرئی زمان باید در ظرف مکان پیاده بشه تا ما بتونیم درکش بکنیم. و این پیاده شدن بعد نامرئی زمان در مکان رو ما بهش میگیم تغییر. یعنی مکان همینطور که تغییر میکنه، درخت همینطور که از باغچه سبز میشه میاد بالا، من همینطور که پیر میشم و ریش سفید در میارم، من میفهمم که چیزی به نام ریش سفید در نمیارید آقای نوریالا، ریشتون سفید میشه. نه در میارم. بله درست میفهمید، هر دوتاش درسته، هم در میاد هم سفید میشه. متوجه تغییر میشم، یعنی زمان کار خودش رو روی مکان انجام میده و من ناظر، من درک کننده این تغییرات رو درک میکنم و پی میبرم به وجود عامل زمان. یکی از مسائلی که در درک ما از این دو بعد هستی اهمیت داره آن است که شما نگاه بکنید که مثلا ما یه دوربین عکاسی رو میبریم میذاریم توی یه باقی، یه عکسی میگیریم از منظره روبرو. وقتی که این عکس رو میاریم و نگاه میکنیم و ظاهرش میکنیم اینها، خب میبینیم که این هر چی رو که روبروش بوده گرفته. چشم ما هم مثلا که یک دوربینی است، یه تاریخخانه‌ای دارد و یه لنزی جلوش و غیره، اون هم علی‌القاعده هر چی که روبروش هست منعکس میکنه به اون نقطه زرد تای چشم و از اونجا منتقل میشه به مغز ما، با درکش میکنیم. ولی ما با دوربین یک فرق داریم و اون این استش که ما دارای قدرتی هستیم به نام توجه. یعنی ما میتوانیم از طریق به کار بردن توجه از اون چی که در روبرومون هست یک جای معینی رو انتخاب بکنیم و روی اون
توجه خودمون رو متمرکز کنیم. در انگلیسی هم بهش میگن focus of attention. یعنی که ما اگر که کل آنچه را که از حواس ما وارد مغز ما میشه بگیریم، یه دایره بزرگی که توش همه صداها هست، اتفاقات هست، حرکت ها هست، مناظر هست، اما ما به خاطر داشتن این قدرت توجه، ما روی بخشی از اون توجه تمرکز میکنیم. آنسان که آنچه را که در اطراف اون میگذره ما ملتفت نمیشویم. یعنی بسیاری اتفاق میفته که شما با یک کسی دارید صحبت میکنید و توجهتون رو دادید به اون و در اطراف اون آدم اتفاقاتی داره میفته، ولی چون توجه معطوف شده، به قول فرنگی یا فوکوس شده، بهش میگن فوکوس آف اتنشن، یعنی اون متمرکز شدن توجه، اون حوادث رو نمیبینیم. من برای اینکه این کار رو نشون بدم به چگونه انجام میشه، مثلا شما نیا کنید به ما یه عکسی رو داریم که دو نفر دارن با هم دیگه، یه زن و مردی که هم میدونه لیوان قهوه مثلا دستشه و دارن راجع به موضوعی بحث میکنن. وقتی که ما بیاییم و اطراف این واقعه رو نگاه کنیم، در مثلا دست چپ عکس میبینیم دو نفر دیگه هم واسطان اونجا، اونا هم دارن با هم دیگه سرگرم گفتگو هستن. دست راست عکس رو که نگاه میکنیم میبینیم یک پلیسی اونجا واسطه و داره به اینها نگاه میکنه. پایین عکس رو نگاه میکنیم میبینیم یه پلیسی زانو زده رو زمین و داره یه چیزی رو نگاه میکنه، و کل عکس رو که نگاه کنیم میبینیم یه جنازه اون وسط خیابون افتاده و معلومه که اینجا یه قتلی، تیراندازی، چیزی اتفاق افتاده. من این کار رو به وسیله تیکه 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 کردن این عکس ها دارم انجام میدم، ولی ما قادر هستیم که به جای دوربین دور بیستیم، به این منظره نگاه کنیم و نبینیم این پیکر روی زمین افتاده رو یا اون دو نفری که این ورون ور دارن صحبت میکنن، چون مثلا همه حواسمون رو جمع کردیم برای اینکه ببینیم اون دو نفری که دارن با هم صحبت میکنن چه میگوین. یا به عکس، یا به عکس، یعنی میتونیم روی جنازه توجه بکنیم، مثلا نفهمیم که یه عده‌ای هم اونجا مشغول صحبت های دیگه بودن. به این ترتیب این مسئله توجه که ما رو با میکروفون، با دوربین، با تلسکوپ متفاوت میکنه، چون دوربین همه چی رو میگیره، میکروفون همه صداها رو میشنوه، اما ما از خوابی کار میکنیم، از آنچه که گوش ما میرسه به مغز ما، ما توجهمون رو میدیم به یک صدای معینی که میخواییم و بقیه صداها رو محوشون میکنیم، از بین میبریم. حتی در روانشناسی میگویند که خب همه این اطلاعات میاد توی مغز و مغزم همه این اطلاعات رو جمع میکنه، ولی اون قدرت دراکه‌ای که مجهز است به این توجه، این تمام دقتش رو میذاره روی تکه‌ای از این همه اطلاعات بیشماری که وارد مغز ما میشه، اما اون اطلاعات از بین نمیرن، هستن. و حتی برخی از روانشناسان معتقدند که ما خوابهایی که میبینیم مربوط هست به اینکه اون بخش های فراموش شده یا مورد توجه قرار نگرفته هم بهش توجه میکنیم. یعنی مثلا ما خواب میبینیم که سقف خونه داره میاد پایین، و بعد که صبح بیدار میشیم و اونجا نگاه میکنیم میبینیم مدتی اینجا تبله کرده، مثلا شکم داده و قرار چکه بکنه، ولی ما چون هیچ توجهی بهش نداشتیم چشم ما اینو میدید ولی ما ملتفتش نمیشد. هر کدوم از این دو بعد رو ما در واقع از طریق توجهی که بهشون میکنیم میشود گفتش که به دو دسته تقسیمشون میکنیم. مثلا بعد مکان رو اگر بگیریم، ما میشود گفتش که به دور و نزدیک تقسیمش میکنیم. معمولا توجه ما به آن عناصری از منظره روبروی ما یا صداهای آمده به ماست که اینها نزدیکترند به ما، و اون چیزی رو که بهش میگیم پس زمینه یا بک‌گراند، اون رو کمتر بهش توجه میکنیم که اونجا چه اتفاقی میفته. در مورد زمان هم همینطور است. ما گاهی وقتی که فکر میکنیم به زمان،
به مسائل کوتاه مدتمون فکر میکنیم و گاهی به مسائل بلند مدت. اما اقتضای ساختمان ما این استش که ما بیشتر توجهمون به مسائل کوتاه مدته. اطلاعاتی رو که دریافت میکنیم وقتی که میخوایم تو مغز خودمون اینها رو پروسس بکنیم، یعنی بپرورونیم، پخت و پز بکنیم، ما بیشتر با نزدیک و کوتاه سر و کار داریم تا دور و بلند. این مسئله موجب میشود که در این روند فکر ما، در روند معامله ما با عالم هستی در دو بعد خودش، ذهن ما از مراحلی میگذره که بسته به این که چه لوازمی رو، چه جزئیاتی رو انتخاب کرده باشه برای پخت و پز، به نتایج متفاوتی میتواند برسد. این مراحل پخت و پز رو مثلا نگاه بکنیم، این هستش که من نشستم دارم فکر میکنم. فکر کردن از یک سری مراحل عرض کنم که تشکیل میشود. مثلا مرحله تجزیه و تحلیل، من اطلاعاتی رو که به دست میارم تجزیهشون میکنم، تحلیلشون میکنم، بعد اینا رو با همدیگه ترکیب میکنم و از دل اونها به یک نتیجه و یک نوع تصمیم گیری راجع بهشون میرسم. مشکل اقتصادی دارم، اطلاعات مربوط به اون مشکل اقتصادی رو میارم، تجزیه و تحلیل میکنم برای اینکه ببینم که من چگونه میخوام این حلش بکنم. و بعد از دل اون تجزیه و تحلیل و اون تصمیم گیری میرسم به یه برنامه به نام، به یک مرحله به نام برنامه ریزی. یعنی حالا من تجزیه و تحلیلمو کردم، تصمیم گرفتم که میخوام چیکار بکنم، حالا شروع میکنم برنامه ریختن که چگونه روی چه نقشه و طرحی من تصمیم خودم رو راجع به وضعیتی که مورد مطالعه من قرار گرفته عملیش بکنم. و در پی این هست که دست به عمل میزنم و با جهان بیرون از خودم وارد کنش و واکنش میشم. این از این چارتا در واقع ساده ترین چهار مرحله تفکر انسان است که ما مصالح بیرونی رو میگیریم، در درون ذهن خودمون اینها رو پخت و پز میکنیم و به یک نتیجه میرسیم. حالا ما اگر که برگردیم و بیاییم ببینیم که اگر ما اون مصالحی رو که برای تجزیه و تحلیل وضعیت خودمون انتخاب کرده ایم، آیا از کوتاه مدت و نزدیک انتخاب کرده ایم، یا از بلند مدت و دور انتخاب کرده ایم، یا با در نظر گرفتن هر دوی اینها چیز کرده باشیم، تجربه نشون داده است که نتایج کاملا متفاوت با هم هستن. یعنی اگر شما برای یه حل مسئله‌ای فقط بسنده کنید به نزدیک و کوتاه مدت، یه نتیجه میگیرید که اگر که توجه کرده باشید به بلند مدت و دور، یه نتیجه دیگه‌ای که اغلبم به نظر میرسه که به احتمال زیادی این دوتا نتیجه شبیه به هم هم نیستن و حتی به احتمال بسیار زیادی با هم دیگه در تضاد قرار میگیرن. به همین دلیل هست که اکثرا میگوین که آقا سنجیده عمل بکن، فکر کن، همه جوانب رو بسنج، برای که بعدش پشیمون میشی. وقتی که ما دست به یه عملی میزنیم که مصالح کافی تجزیه و تحلیل رو در ذهن خودمون نداریم، یا قسمتی از واقعیت هایی رو که در ذهنمون هست انتخاب میکنیم، خود به خود به یه نتایجی میرسیم که ممکنه که در بلند مدت به ضرر ما تموم شه، حتی اگر که در کوتاه مدت متضمن نفع باشه. به خصوص که در پشت این توجه و گزینش
جزئیات مربوط به نزدیک و کوتاه مدت، بقیه قوای عرض کنم که ذهنی ما هم در کار میشن. یعنی ما دارای احتیاج هستیم، دارای عرض کنم که میل هستیم، دارای خواهش هستیم، دارای شهوت هستیم. همه این حرفا عناصری هستند که در کوتاه مدت کامیاب میشن. کسی که تشنشه الان آب میخواد، این نمیتونه فکر کنه که حالا من صبر بکنم تا دو ماه دیگه آبر میخورم. بنابراین تمام این تمناها و خواستها و نیازها فشار میارن روی توجه شما که به این چیزی که در دسته و در کوتاه مدت مطرح هست توجه کن و بقیه کاری نداشته باشه. شما فکر کنید که تشنه میرسد به یک جایی که آبگیری که آبی اونجا هستش و شروع میکنه مثلا از این آب آشامیدن. اگر که مثلا دقتی میکرد، صبری میکرد، یه خورده بیشتر به اطراف نگاه میکرد، ممکن بود ملتفت بشه که این آب بسیار آلود است، منشأش رو ببینه، آلودگیهاش رو ببینه و غیره، و با جمع‌آوری این اطلاعات تصمیم گیری که با وجود تشنگی از این آب ننوشه. یعنی یه نوع تصمیم گیری فوریت داره، کوتاه مدت، یه نوع تصمیم گیری کل قضیه رو نگاه کردنه و هر دوی اینها روی همدیگه اثر میذاره. به نظر میرسه که جوامع هم همین گونه هستند. به حال بحث من بحث روانشناسی فردی نیست. بحث من در این برنامه ها برمیگردد به مسائل جامعه و جامعه شناسی و علوم سیاسی به خصوص، یعنی جامعه شناسی سیاسی. و اگر که همین این مطالبی رو که خدمتون عرض کردم ما بیاییم و پیادش بکنیم، سوارش بکنیم روی مسائل اجتماعی، میبینیم که جوامع هم این گونه هستن. یعنی جوامع هم که مجموعه میل ها، مجموعه خواهش ها، مجموعه احتیاجات و گرفتاری ها و در تنگنا قرار گرفتن ها، همه موجب آن میشود که کل جامعه یک تصمیم گیری کوتاه مدتی رو بکنه که وقتی بر میگرده و همه تمام جوانب رو میسنجه، میبینه که اگر که دست به این کار نزده بود شاید وضعش بهتر بود. یکی از نمونه هاش آن است که جوامع کی برای تغییرات بنیادی آماده میشوند. آیا وقتی که مردم تصمیم میگیرن جامعه خودشون رو کنف یکون بکنن و از یه جامعه دیگه ای بسازن، آیا همه مسائل رو سنجیدن؟ آیا سنجیدن که من این بنا رو که میخوام خراب بکنم، اولا خراب کردنش چقدر داره من هزینه داره و بعد من با چه مصالحی روی کدام نقشه ای بنای جدیدی خواهم ساخت که بیشتر از بنای قبلی بتواند کمک بکنه به من و مسائل من رو حل بکنه. این بزنگاه ها در تاریخ بشر بسیارند و کمتر دیده شده است که در این بزنگاه ها جوامع عقلانه عمل بکنند. بسیار شدید و ناگهانی، همون چیزی که اسمش رو ما میگذاریم انقلاب ناشی از نیازهای جمع شده ایست که یهوی صدی رو میشکنه و شروع میکنند به دست دادن به تغییر، بدون اینکه پیش از اون سنجیده باشند که ما این گرفتاری ها رو داریم، راه حل هامون کدومه و کدومش هست که میتواند در بلند مدت به نفع ما تموم بشه. به نظر میرسه که در انقلاب ها جوامع دوچار یه نوع کوری مثل چشمی که دور رو دیگه نمیتونه ببینه و فقط نزدیک رو میبینه، فقط مسائل بلافاصله رو میبینن و اصلا به اصطلاح عوام
فکر فرداشون رو نمی کنن. و در نتیجه فردا که میرسه چون فکر فردا رو نکردن شروع میکنن افسوس خوردن که ایداد بیداد ما بدون فکر و بدون هیچ چیزی روی یک شور و هیجان و نیاز لحظه دست به عملی زدیم که این همه سال آینده چندین نسل خودمون رو هم گرفتار تصمیم گیری عجولانه خودمون کردیم. بنابراین در جوامع پیشرفته یکی از مسائل آموزشی و تربیتی همواره آن است که یاد بدهند به آدم‌ها که عجله نکن در تصمیم گیری، فکر کن، جوانب رو بسنج، حتی چگونگی سنجیدن جوانب رو هم بهشون یاد میدن که چه چیزی کوتاه مدته، چه چیزی بلند مدته. دیدیم که مثلا شطرنج بازار رو بهشون میگن دستتون رو بذارین زیرتون بشینید و تا موقعی که کاملا صحنه رو نسنجیدید و کاملا نفهمیدید که میخواید 5 تا حرکت بعدیتون چی باشه، یهو این مهره رو ندارین بذارین اونجا، شما مات میشین بلافاصله. بنابراین دستتون رو کنترل کنید، نذارید به این راحتی از زیر پاتون در بیاد و مهره رو تکون بده. من فکر میکنم که مثلا یکی دیگر از مواردی که جوامع امروزی باهاش روبرو هستند مورد مثلا انتخابات در یک کشوره که مردم ممکن است که روی یک شرایطی که در وجود داره بروند در یک انتخابات شرکت کنند و به کسانی رأی بدند که وقتی که اینها میرن و اونجا میشینن توی مجلس اینها متوجه میشن که اینها اصلا هر چقدر وعده و وعید داده باشند چون من رأی دهنده دقت نکردم که آخه این که داره میگه که من اینجا رو بهشت میکنم با چه وسیله میخواد اینجا رو بهشت بکنه، چه توانایی داره، چه شرایطی فراهم شده است که این آقای او پیدا شده و میگه که اگر من انتخاب بکنید من اینو بهشت میکنم. میگن سنگ مفت گنجوش مفت، طرف کاندید کرده خودشو هرچی مردم دوست دارن میگه. ولی اگر که مردم شخصیت این کاندیدا رو برن دقت بکنن ببینن در گذشته این چقدر پرت و پلا گفته، چقدر بیپایه حرف زده، چقدر خلف وعده کرده، چقدر دروغ گفته، این دفعه دیگه گول این حرفاشو نمیخورن. اما اصلا امکانات هم هست، یعنی فقط حرف زدن اون آدم نیست، باید آقای نمیدونم اوباما اومد اینجا میگه من تغییر میدم، خب چارچوب قوانین اینجا این امکانو به یه آدمی میده که بتونه تغییر بده. یعنی مثلا تو ایران اگه یکی بره بگه که من فردا میام دموکراسی میذارم، خب معلومه که خب خنده داره، نمیتونه خنده دار هست. ولی ما دیده ایم که مثلا در دوم خرداد 76 آقای خاتمی که آمد مقدار یه لیستی وعده داد دیگه، جامعه مدنی درست میکنم، دموکراسی میارم، نمیدونم آزادی بیان میدم، هرچی حالا گفتگو یا تمدنها برقرار میکنم. خب شاید هم نیتش رو داشت که بکنه، فرض رو بعدیم میگیریم که نیتش رو هم داشت که این رو بکنه، ولی همونطور که شما میگید چون شرایط برای چنین کاری آماده نبود، ایشون 4 سال یا شاید بشه گفت 6 سال یا نمیدونم چقدر طول کشید تا بالاخره به زبون در بیاد و بگه که آقا در این کشور رئیس جمهور کارگزار ولی فقیه، خودش کاری نیست، اختیار، من دلم میخواد به شما آزادی بدم ولی من اون اختیار رو ندارم که این کار بکنم. این یعنی که نسنجیدن وضعیت و وعده و وعید دادن. یا مسئله اساساً شرکت کردن در یک انتخابات یا نکردن. ما اینجا بعضی وقتا سرکوف میزنن و میگوین که مردم امریکا، همین دیدم چند روز پیش یکی از این رهبران جمهوری اسلامی داشت اینو میگفتش که شما مقایسه کنید تعداد شرکت کنندگان در انتخابات رو در ایران با شرکت کنندگان در انتخابات، یعنی صاحبان حق رأی که شرکت
نمی کنن در امریکا تا ببینید که ما چقدر پیشرفته تر هستیم از این لحاظ. در حالی که در این مملکت مسئله نرفتن و رأی ندادن خودش یک عمل سیاسی محسوب میشه. طرفی که رأی رو تو جیبش داره وقتی که ببینه که شرایط تغییری رو خبر نمیده، به نظر باور نکنه اون کاندیداها و شرایط رو با همدیگه وقتی که بسنجه و دورنگری بکنه، میگوید که من اگر نرم رأی بدم، همینایی که انتخاب میشن میدونم که چند درصد ای از این جمعیت بهشون رأی ندادن و بنابراین نمیتونن شلتاق کنن به هر کاری که دلشون خواست انجام بدن. مثلا الان میگن آقای اوباما بالای 65% هنوز بعد از 100 خورده ای روز از آغاز ریاست جمهوریش دارای اقبال مردمی هست. خب این میدونه که اکثریت صاحبان رأی آمدن بهش رأی دادن و هنوز هم پشتش وایسیدن. بنابراین با استحکام جلو میره و میدونه خیلی کارا رو میتونه بکنه. میدونه که فلان تصمیم رو که آقای بوش نمیتونست انجام بده این میتواند انجام بده. اما اون کاندیدایی که با حداقل رأی آمده تو میدونه که به اندازه آدمایی که بهش رأی دادن به همون اندازه آدما بهش رأی ندادن. در کشورهای غیر دموکراتیک برای اونا اصلا مطرح نیستش که چند نفر آمدن اتوبوس میذارن مردمو میارن. هم اون هم این که اصلا بگیم که نمیذارن اتوبوس، میگن که هر کی که دلش خواست بیاد رأی بده و با 30% آرا طرف مثلا رئیس جمهور میشه یا نماینده مجلس میشه. اما وقتی که میده تو مجلس دیگه براش مطرح نیستش که با چند درصد آمده. فعلا آمده 4 سال هم میخواد بتازونه و بعد از 4 سال هم باز معتقد است که این ملتی که اون دفعه پیش به من اینجوری رأی دادن اینها اهل بلند مدت فکر کردن نیستند و اون تمرکز توجهشون روی مسائل همین امروزشونه و اگر که من بتوانم وعده بدهم که این مسائل را حل می کنم، اونها خواهند آمد و به من رأی خواهند.